سلام به شما همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون از اولین صحبت‌های خانم سیما ثابت، مجری مردمی و دوست داشتنی شبکه ایران اینترنشنال بعد از جدایی از این شبکه. با ما همراه باشید. لطفاً از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. توی هفته‌های گذشته گمانه‌زنی‌ها و حواشی زیادی مبنی بر استعفا یا اخراج خانم دکتر سیما ثابت از شبکه ایران اینترنشنال به گوش می‌رسید. خانم سیما ثابت مسلط‌ترین و معروف‌ترین و دوست داشتنی‌ترین مجری این شبکه بودند که برنامه‌ای با محوریت سیاسی و اجتماعی به نام چشم‌انداز را به خوبی اجرا می‌کردند. اما شایعه ها و حواشی اخراج یا استعفای ایشون در فضای مجازی باعث شد که ایشون خودشون توضیحاتی در این مورد بدن. در بسیاری از سایت ها دلیل اخراج خانم سیما ثابت از شبکه ایران اینترنشنال تجزیه طلب بودن و جدایی طلب بودن ایشون عنوان شده بود و اینکه ایشون در بحث و گفتگوها با کارشناسان برنامه چشم‌انداز سعی می‌کردند که نظرات خودشون رو تحمیل کنند و خیلی ها از این رفتار ایشون شاکی بودند. بعد هم دلیل دیگه استعفای سامان رسول‌پور بود که گفته میشد با خانم سیما ثابت همخونه هستند و ایشون هم بلافاصله بعد از استعفای رسول‌پور استعفا داده. خیلی ها هم تهدیدات جمهوری اسلامی بر مجریان و مدیران این شبکه رو دلیل کنارگیری سیما ثابت از اجرای برنامه ها دونستند. بعد از اینکه در طول یک سال گذشته تهدیدات بسیار زیادی بر علیه این شبکه خبری عنوان شد که حتی اونها مجبور شدند که دفتر خودشون رو از لندن به واشنگتن منتقل کنن، حالا گفته میشد که این تهدیدات بر علیه مجریانی مثل خانم سیما ثابت هم همچنان ادامه داره. در این مدت کوتاهی که ایشون برنامه چشم‌انداز رو اجرا نمی‌کردند، خیلی ها با اشاره به اصالت بلوچ ایشون، اشاره به جدایی طلبی و تجزیه طلبی ایشون داشتند و می‌گفتند که ایشون با حرف‌های شاهزاده رضا پهلوی و اهداف کلی شبکه ایران اینترنشنال مشکل داشته و از این شبکه استعفا داده. حالا اما ایشون خودشون با انتشار پستی در مورد این مسئله روشنگری کردند. خانم ثابت نوشته از تلویزیون ایران اینترنشنال استعفا دادم و تعطیلی و پایان کار برنامه چشم‌انداز با سیما ثابت رو اعلام میکنم. ناگزیر شدم بین کار در شرایطی خاص و کرامت انسانی دومی رو انتخاب کنم. در این دوران تلاش کردم صدای مردم ایران باشم. از وجدان فاصله نگیرم و حقیقت را روایت کنم. بین مردم و حکومت سرکوبگر بی‌طرف نبودم. بدون هیچ تردیدی روزنامه‌نگاری حقیقت محور و مردم محور رو پیش گرفتم. در همه این سالها تحت شدیدترین حملات امنیتی و سایبری جمهوری اسلامی بودم، اما باور داشتم راهی که میپیمایم درست است. تلاش برای شنیده شدن صدای مردم ایران و دیده شدن رنج آنها و مقاومتی که در مقابل استبداد میکنند نقشه راه من بود. حتی لحظه‌ای خودم رو جدا از مردم ایران ندانستم. درد آنها درد من بود، امید آنها امید من بود و صدای من بازتابی از صدای آنها و شاید احترام و لطفی که بسیاری از این مردم شریف هر کجا و در هر فرصتی به من نشان می‌دادند به این دلیل بود که آنها در من خودشان را می‌دیدند و چه شرافتی و چه افتخاری بزرگتر از این. برنامه چشم‌انداز با سیما ثابت با لطف و اعتمادی که مردم بزرگوارمون به من و همکارانم داشتن تبدیل به محبوب ترین و پربیننده ترین برنامه گفتگو محور فارسی زبان شد. برنامه‌ای مؤثر که جمهوری اسلامی از هیچ تلاش آشکار و نهانی، از هیچ توطئه و تهدیدی برای تضعیف و حذف آن دریغ نکرد. تهدیدهای جانی که سپاه پاسداران علیه من و همکارانم اعمال می‌کرد، بیانگر چیزی غیر از ترس آنها از انعکاس صدای حقیقت و مردم ایران نبود. در ماه‌های اخیر بعد از انتقال برنامه‌ها از لندن به واشنگتن، از هیچ تلاشی برای خنثی کردن خواست جمهوری اسلامی و روشن نگه داشتن این شمع کوچک فروگذار نکردم و سربلندم که به قدرت، به هیچ قدرتی هرگز باج ندادم و بخشی از هیچ مصالحه‌ای علیه مردمم نشدم.
ایشون در ادامه نوشت تهدیدهای تروریستی جمهوری اسلامی به حدی جدی شده بود که روز تعطیلی دفتر لندن برای ادامه کار برای سرپا نگه داشتن برنامه به درخواست مدیر شبکه همه زندگیم رو در لندن رها کردم. در کمتر از 2 ساعت از لندن عازم واشنگتن شدم تا اجازه ندهم سپاه پاسداران برنامه‌ام رو خاموش کند. موفق هم نشدند. با این وجود در واشنگتن شرایط کاری عجیب و جدیدی ظاهر شد که ادامه کار رو برای تیم کوچیک ما عملاً غیر ممکن کرد. تلاش ما برای حل چالش ها در یک روند چند ماهه بی نتیجه ماند. در عمل با روندی روبرو شدیم که نتیجه دراز مدتش می توانست تضعیف یکی از مؤثرترین برنامه های فارسی زبان باشد. چیزی که من و سردبیر ارشد سابق برنامه های گفتگو محور ایران اینترنشنال سامان رسولپور نخواستیم بخشی از اون باشیم. واضح است که پایان برنامه چشمنداز با سیما ثابت برای ما ناخوشایند است و شخصاً اون رو به نفع مخاطبان پرشمار و عزیز برنامه و شرایط سیاسی حساس ایران و نیازهای تحلیلی جامعه متکثر ایران نمی‌دانم. این چند خط صرفاً جنبه روشنگری دارد. تنها روایتی کوتاه و صادقانه و ضروری است به احترام مردم ایران و مخاطبان برنامه‌ام که در چند سال گذشته همراه ما بودند و در هفته‌های گذشته با نگرانی پیگیر احوالم شده و روزانه ده‌ها و شاید صدها پیغام از سرتاسر جهان به ویژه ایران برایم فرستادند. مردمی که طبعاً حق دارند بدانند چرا دیگر هر شب ساعت 9 شب به وقت تهران نمیتوانم افتخار این رو داشته باشم که مهمان خانه هایشان باشم. به مردم شریف ایران قول میدهم که اینجا ایستگاه آخر نیست، مسیر ادامه دارد. همیشه همه جا کنارشان خواهم بود. پیروزی با حقیقت و با مردم ایران است. همانطور که برنامه چشمنداز با سیما ثابت نوع دیگری از تجربه برنامه سازی تلویزیونی رو در فضای رسانه های فارسی زبان عرضه کرد و جمهوری اسلامی رو در بالاترین سطوح حساس و خشمگین کرد، گام های بعدی ما نیز حاوی خبرهای خوبی برای جمهوری اسلامی، این حکومت قاتل آزادی بیان، رژیم استبدادی ضد مردمی و سرکوبگر نخواهد بود. برای همه روزنامه‌نگاران شاغل در ایران اینترنشنال که در این سالها زحمات زیادی کشیدند و در هفته‌های اخیر بعد از استعفا از هیچ حمایت و محبتی دریغ نکردند، صمیمانه آرزوی موفقیت می‌کنم. کار کردن با آنها تجربه‌ای فراموش نشدنی است و به آن می‌بالم. تا دیداری دیگر، وقت شما به خیر و ایام به کام. ایشون در پی‌نوشت هم نوشتند این شایعه که من و سامان رسولپور اخراج شده ایم ساخته و پرداخته نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی است و تکرار این شایعه و دروغ خواسته یا ناخواسته در خدمت آنان است. قدردان خواهم بود که برای خونسا کردن این ترفندهای امنیتی این متن و روایت رو بازنشر کنید. ما هم برای خانم سیما ثابت مجری مردمی و دوست داشتنی آرزوی سلامتی می‌کنیم. ممنونم که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.